درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس. از شما دعوت میکنم به اخبار امروز یک شنبه چهارم تیر ماه 2582 ایرانی 1402 هجری شمسی برابر با 25 ژوئن سال 2023 توجه بفرمایید. نخست خلاصه چند خبر. رسانه‌های قبرس از خونسا شدن طرح حمله تروریستی سپاه علیه شهروندان اسرائیل خبر دادند. آمریکا، ناآرامی‌های روسیه ممکن است ماه‌ها به طول بکشد. نخستین واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی در پی شورش مسلحانه گروه واگنر، موضوع داخلی است. تداوم واکنش‌ها به محاکمه مخفیانه توماج صالحی. بازگشت مزدوران واگنر به پایگاه‌ها، ایتالیا، افسانه اتحاد روسیه به پایان رسید. زلنسکی، در روسیه هرج و مرج کامل برقرار است. تشدید دوباره بحران کمبود دارو، بیش از 200 دارو در ایران کمیاب شد. و باخت سهامداران، خریداران استقلال 36% ضرر کردند، خریداران پرسپولیس 28%. از شما دعوت میکنم به مشروع اخبار توجه بفرمایید. رسانه‌های قبرس از خونسا شدن طرح یک حمله تروریستی علیه شهروندان اسرائیل در این جزیره خبر دادند و نوشتند که این توطئه تروریستی با نیروهای سپاه پاسداران مرتبط بوده است. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، عاملان این حمله با هماهنگی سرویس‌های اطلاعاتی قبرس، آمریکا و اسرائیل در عملیات نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند، اما آنها نتوانستند مظنون اصلی سازماندهی این حمله را دستگیر کنند. رسانه‌های اسرائیلی نیز اعلام کردند یک شهروند آذربایجانی 38 ساله با تابعیت روسیه به دلیل طراحی ترور تعدادی از تاجران اسرائیلی ساکن نیکوزیا، پایتخت قبرس، بازداشت شد. تدی ساگی، میلیاردر اسرائیلی نیز که پس از هشدارهای نهادهای امنیتی در قبرس توانست از این حمله جان سالم به در برد، ایران را به دست داشتن در این سوءقصد متهم کرده بود. تاکنون گزارشهایی از دخیل بودن سپاه پاسداران در حمله به شهروندان اسرائیلی در دیگر کشورها از جمله ترکیه نیز منتشر شده است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که چالش بی سابقه نیروهای گروه واگنر با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که شکاف‌های جدیدی را در توانایی رهبری او آشکار کرد، ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها به طول بیانجامد. بلینکن در گفتگو با شبکه خبری ABC آمریکا درباره شورش یوگنی پریگوژین، رهبر واگنر، علیه پوتین گفت: فکر نمی‌کنم که ما هنوز پرده آخر را دیده باشیم. او افزود این ناآرامی‌ها می‌تواند بر قابلیت‌های نظامی مسکو در اوکراین تأثیر بگذارد. وزیر خارجه آمریکا گفت: ما شاهد ظهور ترک‌های بیشتری در نمای روسیه بوده‌ایم. هنوز خیلی زود است که بگوییم دقیقاً کجا می‌روند و چه زمانی به آنجا می‌رسند، اما مطمئناً ما انواع سوالات جدیدی داریم که پوتین باید در هفته‌ها و ماه‌های آینده به آنها پاسخ دهد. بلینکن ناآرامی‌های روسیه را یک مسئله داخلی برای پوتین توصیف کرد. این توافق موجب شد که نیروهای واگنر از روسیه به پایگاه‌های خود بازگردند و کرملین اعلام کند که رهبر واگنر به بلاروس می‌رود. و اما در نخستین واکنش‌های مقامات دولت جمهوری اسلامی به تنش‌ها در روسیه و در پی شورش مسلحانه گروه واگنر، آنها موضوع را یک موضوع داخلی عنوان کردند و ابراز امیدواری داشتند که روسیه این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت. ابتدا ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نخستین موضع‌گیری اتفاقات اخیر در روسیه را موضوع داخلی نامید و گفت: جمهوری اسلامی ایران از حاکمیت قانون در فدراسیون روسیه حمایت می‌کند. ایرنا گزارش داد که حسین امیراللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تماس تلفنی داشته و در این تماس ابراز اطمینان کرد که روسیه این مرحله را پشت سر خواهد گذاشت.
و اما روزنامه اطلاعات چاپ تهران در شماره امروز یک شنبه 4 تیر ماه خود نوشته است یکی از شگفت‌ترین مصادیق افراط‌گرایی اطلاعیه‌ای بود که هفته پیش به نقل از نظام وظیفه در رسانه‌ها منتشر شد. روزنامه اطلاعات که زیر نظر نماینده علی خامنه‌ای اداره می‌شود و از محل درآمدهای عمومی ارتزاق می‌کند، در بخشی از مطلب خود با اشاره به اینکه سن نرمال سربازی در ایران 19 سالگی محسوب می‌شود، آورده است یک ایرانی مذکر برای اینکه در 19 سالگی 4 فرزند داشته باشد در چه سنی باید ازدواج کند. روزنامه اطلاعات در ادامه مطلب انتقادی خود نوشته است طبعا در 11 یا 12 سالگی باید ازدواج کرد تا در 19 سالگی شامل چنین معافیتی شد و این کار با کدام عقل، منطق، اخلاق، حقوق یا اساساً نحوه زیست شهروند قرن 21 جور در می آید. از شما بینندگان گرامی دعوت می کنم همچنان با برنامه خبری امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. خانم ها، آقایان، اگر قصد فروش طلا، جواهرات و ساعت های گران قیمت خود را دارید، با بیژن جواهری تماس بگیرید. با بیژن جواهری از ارزش و قیمت درست طلا، ساعت و جواهرات خود مطلع شوید و آنها را با اطمینان خاطر به قیمت و با شرایط ویژه به فروش رسانده، فری دیزاین و یا آپگرید کنید. بیژن جواهری، نامی آشنا در بیورلی هیلز با 30 سال تجربه، متخصص و کارشناس ارشد در قیمت گذاری، ساخت و خرید و فروش طلا و جواهرات. تلفن 310-278-84-85. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته
هفت روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. ادامه خبرها. روز شنبه ماموران امنیتی با حمله به خانه علیرضا عبدی او را بازداشت کردند. آقای عبدی که زندانی سیاسی پیشین است در کلاب هاوس فعال بود. هنوز اتهام و دلیل بازداشت او مشخص نیست و معلوم نیست که او در کجا نگهداری می شود. این فعال سیاسی دو هفته پیش در سالگرد اعتراضات جنبش سبز در سال 88 در توییتر خود نوشته بود: سالی که شیشه نوشابه بوی کهریزک می داد. چقدر دلم یک شکم سیر گریه می خواهد. این چندمین مورد بازداشت فعالان شبکه کلاب هاوس در تهران است. پیشتر سایه سیدال، دانیال امین و سروناز میساقیان هم بازداشت شده بودند. و اما واکنش ها به محاکمه مخفیانه توماج صالحی، خواننده رپ مخالف جمهوری اسلامی، از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران همچنان ادامه دارد. بنا به گفته پگاه بنی هاشمی، توماج صالحی بیش از 230 روز در بازداشت است و چند روز پیش هم جلسه دادگاه او پشت درهای بسته برگزار شد. با توجه به اینکه خبرهایی از ضرب و شتم او به گوش رسیده، دولت آمریکا اعلام کرده که پرونده او را رصد می‌کند. میلاد رسایی منش، فعال سیاسی، نیز در این زمینه گفت: هرچه افراد سرشناس درباره پرونده توماج صالحی اطلاع رسانی بیشتری انجام دهند، وضعیت برای توماج بهتر خواهد شد. سه روز پیش نیز سه نماینده پارلمان آلمان، ایتالیا و اتریش که کفیلان توماج صالحی هستند، خواستار دسترسی به پرونده او شدند. کفیلان سیاسی توماج صالحی از عدم وجود هر گونه شفافیت در روند محاکمه او به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی مستقیم به این هنرمند زندانی و همه پرونده‌های محاکمه او شدند. و اما فشارهای امنیتی و آزار دانشجویان در خوابگاه‌ها و هنگام برگزاری امتحانات ادامه دارد. دانشجویان دانشگاه هنر گفتند امروز یک ایران کنار ماست. تعلیق و اخراج دانشجویان به دلیل اعتراض و مخالفت با حجاب اجباری. فارغ‌التحصیلان دانشگاه هنر گفتند اگر لازم باشد برای دفاع از شما مقابل درهای دانشگاه زنجیر می شویم. و اما مدیر کل ستاد بحران استان سیستان و بلوچستان گفت که طوفان و ریزگرد طی 4 روز گذشته 330 نفر از مردم منطقه را راهی بیمارستان کرده است. وقوع طوفان گرد و خاک و پراکنده شدن ریزگرد شامل 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز واقع در شمال این استان طی روزهای گذشته 330 نفر از مردم منطقه را راهی بیمارستان و مراکز درمانی کرده است. بر این اساس در مجموع 273 نفر به صورت سرپایی درمان و از بیمارستان مرخص شدند و 57 نفر نیز همچنان در مراکز درمانی بستری هستند. از سوی دیگر بر پایه یک گزارش پژوهشی در پایگاه داده‌های باز ایران و با بررسی شاخص‌های هواشناسی در دوره‌های یک ساله و 10 ساله، 97 درصد از مساحت کل ایران به دلیل کاهش بارندگی و افزایش دما دچار خشکسالی است. و اما قانونگذاران اسرائیلی روز یکشنبه بار دیگر بحث درباره لایحه‌ای را آغاز کردند که اختیارات دیوان عالی اسرائیل را محدود می‌کند. پیشتر اصلاحات قضایی مورد نظر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، باعث اعتراضات گسترده مردمی شده بود. شهادت تاجر و تهیه کننده سرشناس هالیوودی علیه نتانیاهو در همین حال، آرنان میلشان، تاجر و تهیه کننده سرشناس هالیوودی، در جریان محاکمه بنیامین نتانیاهو به اتهام فساد روز یکشنبه در جلسه دادگاهی شهادت داد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که نتانیاهو در اقدامی غلط هدایایی به ارزش حدود 200,000 دلار از میلشان و از یک میلیاردر استرالیایی دریافت کرد. نخست وزیر اسرائیل هر گونه تخلف در این پرونده و دو پرونده دیگر را که در همین دادگاه در حال رسیدگی است رد کرده است. از شما بینندگان گرامی دعوت میکنم همچنان با اخبار امروز همراه باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی، از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس.
818-818-07-07 HeyDaddyLawGroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. وست ساید فارمسی در 11504 سانتا مانیکا بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید به مدیریت دکتر فرزاد جک پیروز با همکاری دکتر جواد فردوسی، دکتر جانت آهادی و دکتر هما سعادت و تکنسیان های مجرب. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مانیکا. پارکینگ رایگان در طبقه پایین ساختمان رستوران جوان. تلفن 310-479-0200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین در داروخانه وست ساید موجود است. ادامه خبرها. روزنامه ژاپنی یومیوری روز یکشنبه به نقل از منابع دولتی این کشور اعلام کرد ارتش ژاپن در حال آزمایش سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک است تا از این فناوری از اوایل سال 2024 استفاده کند. وزارت دفاع ژاپن در حال حاضر به ماهواره‌های ارتباطی در مدار ثابت زمین دسترسی دارد، اما استفاده از فناوری استارلینک متعلق به ایلان ماسک امکان استفاده از مجموعه‌ای از ماهواره‌ها را در مدار پایین زمین فراهم خواهد کرد. اوکراین از فناوری استارلینک در میدان نبرد علیه روسیه استفاده کرده است، اما مسکو تلاش کرده تا آن را در منطقه مسدود کند. وزارت دفاع ایالات متحده در این ماه اعلام کرد که برای ارائه خدمات استارلینک در اوکراین قرارداد بسته است. مزدوران واگنر روز شنبه با خروج از شهر روستوف و توقف پیشروی به سوی مسکو به شورش بی سابقه خود علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پایان دادند. طبق توافقی که با میانجیگری الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس انجام شد، یوگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر به بلاروس نقل مکان می کند و امنیت اعضای این گروه پس از بازگشت به پایگاه‌هایشان تأمین می شود. پریگوژین 62 ساله که طی 16 ماه اشغالگری پوتین در اوکراین در خونین ترین نبردها حضور داشته، دلیل پیشروی به سوی مسکو را حذف فرماندهان فاسد و ناکارآمد عنوان کرده بود. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی کاروانی از خودروهای زرهی و تانک‌های مزدوران واگنر را نشان می‌دهد که شبانه در میانه هلهله ساکنان روستوف از این شهر عقب نشینی می‌کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت او به بلاروس نقل مکان می‌کند و جنگجویان حامی‌اش به پاس خدماتی که به روسیه کرده‌اند با هیچ اقدام قانونی مواجه نخواهند شد. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی که به نظر می‌رسد قبل از شورش واگنر ضبط و امروز منتشر شده، موضوع اوکراین را اولویت اصلی خود خواند و گفت که روزم را با آن شروع می‌کنم و با آن به پایان می‌برم. او افزود از تحقق برنامه‌های وزارت دفاع در جنگ اوکراین مطمئن است.
و اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که شورش نیروهای گروه واگنر علیه حکومت روسیه هرج و مرج کامل در این کشور را آشکار کرد. همزمان گزارش‌ها حاکی از تداوم وضعیت عملیات ضد تروریستی در مسکو است. زلنسکی گفت که اوکراین از اروپا در برابر روسیه محافظت می‌کند و زمان آن فرا رسیده است که تمام تسلیحات لازم از جمله جنگنده‌های F-16 و موشک‌های تاکتیکی با برد 300 کیلومتر برای اوکراین فراهم شود. زلنسکی پیشتر هنگام حرکت نیروهای واگنر از اوکراین به روسیه خطاب به پوتین گفته بود: هرچه نیروهای شما بیشتر در سرزمین اوکراین باقی بمانند، ویرانی بیشتر برای روسیه به بار خواهند آورد. در حالی که هنوز فقط 3 ماه از سال جاری در ایران گذشته، رسانه ها گزارش دادند که بازار داروی کشور بسیار زودتر از سال گذشته بحرانی شده و در روزهای اخیر کمبود دارویی به بیش از 200 قلم رسیده است. این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو از ثبات در بازار دارو خبر داده است. عبدزاده سال گذشته هشدار داده بود که بودجه 69 هزار میلیارد تومانی طرح دارویاری برای امسال فقط برای 3 ماه از سال کفایت می کند. شربت سرماخوردگی، آنتیبیوتیک ها و سرم جزو داروهایی بود که کمیاب شده بود و در حالی که دولت در حال واردات آنتیبیوتیک هندی بود، مدیران صنعت دارویی کشور اعتراض کردند که چرا باید نظام دارویی کشور بعد از 40 سال که اولین تولید کننده داروهای ژنریک در دنیا بوده، وارد کننده داروهای آنتیبیوتیک کودکان شود. شمار زیادی از نظامیان مهاجر افغان در ایران میگویند که در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و در 2 سال گذشته جامعه جهانی به وضعیت آنها توجه نکرده است. یکی از سربازان پیشین ارتش افغانستان که در ایران کارهای سخت ساختمانی انجام میدهد گفته است کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج از این کشور فعالیت می‌کند نیز بارها در مورد وضعیت نظامیان سابق افغان در داخل و خارج از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. افغانستان در مورد تعداد سربازان افغان که پس از تسلط دوباره طالبان به کشورهای همسایه افغانستان گریخته‌اند گفت که پس از تحول سیاسی اخیر اکثریت نظامیان افغان به کشورهای ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه رفتند که بخش اعظم آنها یعنی حدود 15,000 تن که شامل 3500 نفر از خانواده‌های کشته شدگان نبردها نیز می‌شود در ایران هستند. او افزود که 1350 تن نیز به پاکستان رفته و تعداد اندکی نیز به تاجیکستان مهاجرت کردند و شمار کمی از مقامات بلندپایه و مسئولان سابق امنیتی افغانستان هم در ترکیه هستند. و سرانجام سهام استقلال و پرسپولیس برای سهامداران فقط ضرر داشتند. طرفداری نوشته که سهام استقلال 36% ضرر داشته و سهام پرسپولیس 28%. قیمت عرضه اولیه استقلال 2910 ریال و پرسپولیس 3387 ریال بوده است، اما حالا ارزش قیمت هر سهم استقلال 1835 ریال و هر سهم پرسپولیس 2430 ریال شده. قیمت فروش 51% از سهام باشگاه پرسپولیس 2738 میلیارد و 172 میلیون و برای باشگاه استقلال 2386 میلیارد و 862 میلیون تومان اعلام شده بود. اما با اعلام رئیس سازمان خصوصی سازی، پروژه خصوصی شدن 2 باشگاه دولتی با شکست روبرو شد. پس از نخستین عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در اسفند 1400، طبق آمار در پذیره نویسی پرسپولیس 320 هزار نفر مشارکت کردند. 261 میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و بیش از 88 میلیارد تومان نیز توسط حقیقی ها خریداری شد. همچنین 286 هزار نفر در پذیره نویسی استقلال شرکت کردند که 280 میلیارد تومان از سهام این باشگاه توسط حقوقی ها و 79 میلیارد تومان توسط حقیقی ها خریداری شد. بینندگان گرامی، از توجه و همراهی شما با اخبار امروز بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.